بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت امام حسین و درود بر شما بینندگان عزیز. اخبار شیعان جهان را به سمع و نظرتان خواهیم رساند. سرخط خبرها. اعضای زنجیر تیغی در کربلا. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام همچنان پرچمدار بزرگترین پوشش رسانه‌ای عزاداری حسینی در دهه اول محرم الحرام 1442. و دولت پاکستان روزهای تاسوعا و عاشورا را تعطیل رسمی اعلام کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. اعضای زنجیر تیغی در شهر مقدس کربلا برگزار می شود. همچون سالهای پیش از این، مراسم زنجیرزنی با زنجیرهای تیغدار با حضور هزاران تن از عزاداران حسینی در شهر مقدس کربلا برگزار می گردد. به گزارش شیعه وبز، در این مراسم که از طلوع آفتاب به وقت شهر مقدس کربلا آغاز می شود، عاشقان اهل بیت لحم السلام با هدف مواسات با حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران با وفایش ساعتها به عزاداری می پردازند. در این مراسم دسته های زنجیرزنی به خیابان ها آمده و خود را به یاد پیکر مجروح سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان خونین می سازند. این مراسم در شهرهای مقدس عراق و در گوشه گوشه دنیا برگزار خواهد شد. گفتنی است اعضای زنجیر تیغی امروز در شهر سده از توابع استان اصفهان ایران با حضور تعداد زیادی از زنجیرزنان برگزار شد. همزمان با ایام سوگواری سالار شهیدان، حضرت حسین ابن علی علیه السلام پوشش زنده عزاداری‌های حسینی از سراسر جهان توسط مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در حال انجام می باشد. به گزارش شیعه وبز، سخنگوی واحد طرح و برنامه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در این باره گفت: در دهه اول محرم الحرام 1442 از 23 شهر در 13 کشور از جهان به 5 زبان فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی و اردو در طول شبانه روز برنامه‌ها و عزاداری‌های حسینی توسط مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پوشش تصویری داده می‌شود. وی ادامه داد: در آمریکا شهرهای واشنگتن، شیکاگو، ورجینیا، در کشور کانادا دیترویت و ادمونتون، در استرالیا سیدنی و ملبورن، در اروپا کشورهای سوئد و انگلیس، در آسیا بحرین و سوریه، در کشور عراق شهرهای بغداد و کربلا، در کشور ایران شهرهای تهران و قم، در ترکیه، افغانستان، در پاکستان شهرهای لاهور و کراچی و در کشور هندوستان شهرهای بمبئی و لکنو از جمله این کشورها و شهرها هستند. دولت فدرال پاکستان روزهای 29 و 30 آگوست، 8 و 9 شهریور که مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی است را تعطیل رسمی اعلام کرد. وزارت کشور پاکستان با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد که همه دفاتر دولتی و خصوصی از جمله مؤسسه‌های آموزشی، مؤسسه‌های تجاری و دیگر نهادها در روزهای تاسوعا و عاشورا تعطیل خواهند بود. همچنین بر اساس این بیانیه تدابیر امنیتی در سراسر پاکستان برای کمک به برگزاری مراسم و دسته‌های عزاداری در این کشور در نظر گرفته شده است. پاکستان در سالهای گذشته شاهد حملات متعددی به مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در دهه محرم به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا بوده است. یک اپلیکیشن موبایل هم برای تضمین امنیت عزاداران حسینی در ایام محرم در اختیار کاربران قرار گرفته که به گفته پلیس جزئیات مربوط به مسیرهای برگزاری دسته های عزاداری و استقرار پلیس در این اپلیکیشن مشخص شده است. علاوه بر این، دسترسی به دوربین‌های مداربسته از طریق این اپلیکیشن برای نظارت بر مجالس و دسته‌های عزاداری به طور آنلاین امکان پذیر است.
دستجات عزاداری حسینی در جامو و کشمیر در ایام محرم به تظاهرات علیه نیروهای هندی تبدیل شد. در این اعتراضات که در مناطق مختلف شهر سرنگال پایتخت کشمیر برگزار شد، شعارهای مختلفی از سوی حامیان آزادی علیه اشغال دره کشمیر و سرکوبگری نظامیان هندی سر داده شد. مراسم محرم در گوندیه سیبوت، حسن آباد و دیگر مناطق سرنگال به خیابانها کشیده شد. عزاداران معترض فریاد می زدند که هند با استفاده از سرکوب و قدرت نظامی آینده آنان را رقم زده است. عزاداران شعارهایی ماننده ما آزادی می خواهیم سر دادند. در ادامه سرکوب علیه عزاداران در گوندیه سیبوت و دیگر مناطق این شهر افراد زیادی دستگیر شدند. پلیس هند به منزل عزاداران نیز یورش برده و چند تن را دستگیر کرده است. پلیس اذعان کرد که دست کم دو نفر پس از نمایش فیلم عزاداری ها در رسانه های اجتماعی دستگیر شدند. رسانه های محلی همچنین از حمله نیروهای نظامی هند به دستجات عزاداری محرم در زورینگود و بوگدام خبر دادند. سربازان به روی عزاداران گازهای اشکاور و نارنجک دودزا و اشکاور شلیک کردند. آنها بسیاری از عزاداران را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مقام‌های محلی گفتند که جاری شدن سیل در ولایت‌های مختلف افغانستان بیش از 200 کشته و زخمی بر جا گذاشته که بیشتر آن مربوط به شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان اظهار داشت که جاری شدن سیل در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان منازل مسکونی بسیاری را تخریب کرده و علاوه بر قربانی شدن بسیاری افراد زیادی زیر آوار گیر کردند. از سوی دیگر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان نیز از جاری شدن سیل در ولایت‌های پروان، کاپیسا، پنشیر، میدان وردک، لوگر، پکتیا، نورستان و ننگرهار خبر داد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که سیل افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی و زیادی را نیز در این ولایت‌ها بر جا گذاشته است. به گفته رئیس بیمارستان ولایت پروان، تنها در این ولایت تا کنون 49 جسد و 90 زخمی در پی جاری شدن سیلاب به بیمارستان منتقل شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تأکید کرده که این آمار ابتدایی است و احتمال افزایش شمار تلفات و خسارات ناشی از بارندگی و سیل در این ولایت وجود دارد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان این رویداد گفته به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر ادارات مربوط دستور داد تا به متضررین کمک‌های فوری ارسال شود. دست کم 21 ولایت از 34 ولایت افغانستان در مقابل سیل و رانش زمین از آسیب پذیر بیشتری برخوردارند و در ولایت‌های شرقی و شمال شرقی خطر این حوادث بیشتر است. مجموعه از بیانات مرجع راحل آیت الله العظما سید محمد حسین شیرازی قدس سره در قالب کتاب به چاپ رسید. این اثر که تحت عنوان القطوف دانیه توسط مرکز دارالعلم به چاپ رسیده دارای 8 جلد است. این کتاب که با همکاری مؤسسه الشجره الطیبه به چاپ رسیده مجموعه از بیانات مرجع راحل در موضوعات مختلف است که در 4488 صفحه گردآوری شده است. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.